امشب ببره من از تو آن مایه ناز، یارب تو کلید صبح و در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنی، مست است و هوشیارش کنی، گویید فلانی اومده، آن یار جانی اومده، اومده حال تو احوال تو، سیه خال تو سپید روی تو، سیه موی تو ببیند برود، اومده حال تو احوال تو، سیه خال تو سپید روی تو، سیه موی تو ببیند برود. امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. امشب شب مهتاب، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام. گلیه ما یک وقت سرتان گیج می رود، بفرمایید. به به، تگری خانم هم تشریف آوردن. میگویم اگر برای عرض تبریک آمده اید زود تبریکتان را بگویید بروید، بانو اصلا حوصله ندارد. آخه خب جلوی دماغتون رو بگیرید اگه اذیت میشید. خدا رو شکر از علائم حاملگی فقط همین را یاد گرفتند. میگویم علائمتون بیشتر به رودل شباهت دارد تا با آبستنی ها. ایشان چرا امروز تکرر تهوع گرفتن؟ حال من بد شد، بفرستیدش همون لانه ای که بود بکپد. خب دست خودشان که نیست، ویار دارن دیگر. خب ویارانهشان را بدهید تا کوفت جان کند. راستش چه بگویم؟ بگویم بانو، سوگلی ما به شما ویار ما میگوید حال به هم زن. یعنی شما از بانوی اول کاخ ما حالتان به هم میخورد؟ شما خیلی بیجا نموده اید؟ احسنت؟ شما فکر کردید ما میاییم همسر عزیزمان را، بانوی اول دربار را، به یک اجنبی و یک بچه کالی که هنوز نرسیده ترجیح میدهیم آوارش میکنیم از اندرونی؟ اوه جهان، سریعا میروید چمدانتان را جمع میکنید. آفرین. سریعا هم اندرونی را ترک میکنید. ای ول، سریعا هم پا میشید میایید توی همین اتاق پیش خودمان زندگی میکنید. جا هست اندازه کافی دور همیم. چی؟ به خاطر این ویار نابجا و توهینی که به شما روا داشتن خواستیم که دیگر چشمتان به اون نیفتد. خب قبله عالم، پس ما میرویم وسایل بانو کاتین را جمع کنیم. نه نه، لازم نکرده، لازم نکرده، آن که وسایلش را جمع میکند ماییم. نمیخوایی به اینجا فخری جا ندیدیم دیگه. نگران نباشید، ما به منزل خواهرمان کوچ میکنیم. ببینم، شما مطمئنید که ما قبلا شما را نگرفته ایم؟ بله سرور من. بازگشتیم که فقط این یک جمله را بگوییم. بگویید. La 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 la
قیش قیش میکند. بس بس برو با ما رو خودت بازی کن. برای من از این قیش قیش ها نداری. خیلی برو من اینو خرابش میکنی دیگه. بزار من که قیش قیش کنم دیگه. خرابش نکن خرابش نکن. سلام علیکم. سلام علیکم. نمیدی پایین وا میشه خیلی میکنی دیگه دسته نمیرسه نگاه که این هم خوشش آمدیه خیلی دوستانی خوشت میاد بیا بازی کن بیا ببخشید فقط جسارتن این چیزایی که داریم باش بازی میکنی لباسهای منه چی گفت؟ چی گفت؟ این خیلی طولانی بود یاد ما رفتیه هی چی گفت؟ هی چی گفت؟ لباس بندی است این لباس خیلی قشنگه خواهش میکنیم خواهش میکنیم قربان شما تو چرا اینجا نشستی هیز دل دل بدن نگاه میکنی فراموشش کنی مهم نیست ولی من میدونم کی چمدون منو برداشته شما کاری نداریم با اجازتون نه به اثبات کار داریم جانم بنشین همینجا تو میگویی یا من بگویی من میگم بس بگویی بگو دیگه جانت بگیرم آیا چیکار باید بکنم؟ چرا من تو این موقعیت قرار میدی؟ چیکار باید بکنم؟ خودم میگویم خودم میگویم آقا خودم میگویم ببین مستشار جانم بفرمایید ما دیگر خیلی کم زنگ شدیم در کاخ بعد کسی دیگر ما را نمیبینید هیچ قدرتی هم نداریم دیگر کسی حرف ما را نمیخواند نه زنی اوخی نبذی کم اومده ببخشی چی شد؟ نبذی کم اومده باید فوت کنی فوت کنی فوتشون کنم؟ به فوتی هم؟ بله فوت کنی نه بچه ای، نه احترامی، هیچی دیگه داره خب من الان چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ آها، ما یک نقشه کشیدیم ما یک نقشه کشیدیم میخواهیم که شما به ما کمک کنید تا اون رو اجرا کنید همین نقشهش خوبه پس شما در جریانی؟ نه بله بسیار خوب خب حالا تعریف کنید نقشه رو ببینیم چی هست نقشه ما این هستیه این نقشه طبیعته خب من کشیدیم نگاهش که متوجه میشد یدیه ببخشید من نقشه خونیم زیاد خوب نیست اگر خودتون توضیح بدید خیلی عالی میشه من خودم توضیح میدهیم بفرمو این رو به من بگیرید که من بدونم چجوری میشه اینجا را که نگاه میکنید همونطور که آفتاب از بالای کوها بر ما میتابید و پرندگان آن بالا برای ما قارقار میکنیم دیگه از دشت ها عبور میکنیم دیگه بعد سکان بر ما زوزه میکشن بعد وارد کاخ میشویم در حالی که فوت کن فکر کنم دیگه باید ریستارتشون کنیم نه باید فوت کنیم چرا شما خودت فوت نمی کنیم؟ دو تا فوت کلن ندارم دو تا فوت هم کنم نمی رویم در حالی که وارد کاخ می شدیم می ریم برای بالای سر شاه را اون را سردنیز می کنیم جان؟ چی؟ شاه را سردنیز می کنیم می خوشیم این میشه شامم میرم سر نهردم این چه کاریه میخواییم بکنید؟ من نمیفهمم اجازه بود ناسلامتی شاه پسر شما هستش خب شاه پسر من هست چرا پس به یاد خدا نیفتادیه؟ نمیگردم شاه پسر منه اشتباه بود شاه پسر من نه اصلا حالا فرض میکنیم پسر شما هم نباشه برای سن و سال شما دیگه بده سلطنت از شما ها گذشته آخه ما گفتیم دیگه برای اینا بکنم چیزی نداریم یه چیزی بذاریم برای بچه ها برای بچه ها تویید جهان من را بگو از بچگی که انقدر بودیه دوستا شاه بشوید جهان هیچ کس بس چرا نمیاید همه منتظر شما هستن کی منتظره؟ بفرمایید جهان
من. یه خود بالتر، یه خود پایین تر، یه خود پایین تر. این داده دون مرستم میشدیم بابا شا کم هستر. خواه کم کدیم دیگر. خب بودو کتم. مبارکه، های های مبارکه، های های مبارکه، های های مبارکه، های های. شعر داریم، ادب داریم، هنر داریم، طرب داریم، های 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 های. البته این چیزی که شما اینجا دارید تروبه، طرب نیست. این چیزی که اینجا نوشید طرب با ته دسته داره. کدوم بی سوادی حالا اینو نوشته معلوم نیست. برای رعایت ادب این گونه نوشتم، خودم میدانم درستش چیست. ای شما نوشتید. بس کنید دیگر، میخواهم بروم سر جایم بنشینیم. اینجا صندلی من است بابا شاه. بس من اینجا میشه. من این میز را بندازی کنم. وسایل از ما بردار دختریه. بابا شاه تقصیر من است که شما را استخدام کردم. از اینجا تا اینجا مال بابا شاه، به اون طرف هم مال بانو نوبت. از این به بعد فعالیت اداره شعر و طرب همایونی آغاز بکنم. به به چقدر هم خوبه، یک کف مرتب بزنیم. شله شله، عرضم حضورتون توی اداره فخیمه قراره چه کار مهمی انجام بشه؟ خب از اسمش معلوم است دیگر، قرار است یک سر و سامانی به ادب و شعر و هنر دهیم. به به چه عجب کارهای زیربنایی تو این کاخ انجام شد. میشه روز برنامه‌تون رو به سمع و نظرمون برسونیم؟ در این راستا تقسیم کار کرده ایم. بخش شعر رو خودمان اداره میکنیم. البته بانو، بنده یه سر سوزنی طبع شعر دارم، اگه خواسته کمکتون میکنم. آخ، از همین الان میخواهید تا حقوق بگیریه؟ ابزه عوضیه بیشور مفخوری. بخش ادب رو هم به پدر بزرگ واقعا که انتخاب بجا و مناسبی هستش. گلیش جان چی کار میکنم؟ خب تنها با سوادش رو تو این کاخ من هستم دیگر، یکی باید باشد کارهای نوشتنی را انجام دهد. یکی احسانی از خود دود که حالا که اینجوری شد. خب برای این سر تقسیم مواجه. این بهترین فرصت است. خالد با پای خودش آمده اینجا، بی خودی لبت هم در راه است. امشب کار را یک سره میکنیم. مامان از الان بگویم من چای نمی آورم. قضیه چای دیگر چیست؟ ای مگر نمیگویید خاله آمده اینجا خواستگاری من برای لبت؟ من چای نمی آورم. من بیارم چایی، من چای بیارم جان. بی خودی بمیر، چه باورش شده؟ من چای بیارم دیگه. عزیز من، شما با این تکان تکانی که میخورید که نمیتوانید چایی بریزید، خودتان را میسوزانید. ببینم فخر و تاج برای چی آمده اینجا. کاترین از اندرونی بیرونش کرده، جهان هم طرف کاترین را گرفته. فخری هم قهر کرده آمده اینجا، جوری کرک و پرش ریخته که محال است با این وصلت مخالفت کند. نه خیر پدر جان، شما پدر بزرگ داماد هستید، شما باید موافقت کنید. فخر و تاج را همینجا راضی میکنیم. راضی کردن جهان هم با من، فقط میماند رضایت خود لعبت. آخر من چگونه دست دختر مردم را بگیرم بیاورم در این خانه کوچک؟ ای کاش میشد کمی این دیوارها جا به جا میشد تا این خانه بزرگتر شود. من جا به جاشو بکنم، من جا به جاشو تعارف بگاریم. نه پدر بزرگ، من جا به جاشو بگارم. پدر جان، پدر جان، آرامت باش. پدر بی خودی راجع به آن بچه نگران نباش، یا به دنیا نمی آید، اگر هم بیاید دختر است. برنامه اش را ریخته ایم. سلام. وحبا مشرف فرمودین، خوش آمدین بانوی من. قدم به روی چشمت بی خودی گذاشتین. بمیرم برایت خواهر جون که آواره خانه مردم شدی. این چه حرفیست؟ خانه خودمان است. بله بله حتما همینطور است، خانه ما و شما ندارد. کاملا جدی گفتیم، واقعا خانه خودمان است. سند کل این کاخ و عمارت‌های درونش هنوز به نام من است، یادتان که نرفته. در ضمن یک چند ماهی است اجاره بهایتان عقب افتاده. اتی جان میبخشید، در اسرع وقت تقدیم خواهیم کرد. این اواخر دست و بال من یه قدری تنگ بوده است. آقا یک شب دوره هم هستیم، این بحث پول و ملک و خانه و جواهر و اینجور چیزها را بگذارید کنار، به امور مهمتر برسیم. بله بله راستش بانوی من، چند وقتی است که میخواستیم مطلب مهم میرا. لازم نیست، خودمان فالگوش ایستاده بودیم، همه را شنیدیم. من مخالفتی ندارم،
جهان هم که انقدر درگیر این سوگلی است که اهمیتی نمیدهد. فقط میماند راضی کردن خود لعبت. ای زلزله آمد. اون دیوار اون مریل رو یه من دارم اقعب این مریل هم دو من اینقدر دلباز شد خوبه یا من یا این کار دیگه بکنم اینقدر دلباز شد نه و بعد من سوار بر باد شدم و روی ابرها رفتم و به خورشید رسیدم و خورشید چه زیبا بود و چه سوزان بود و ناگهان چلچله‌ای مرا صدا زد ناز خاتون ناز خاتون چلچله سلام عرض کردم حالتون چطوره؟ عرضتان را برسانی ببخشید من با جناب اعتماد المر کار دارم شما لطف کنید یک دروغ بگویید به ما جان دروغ بگم؟ آری خیلی خوب دروغ میگویید شما آها شاید باورتون نشه ولی من با نوه نتیجتون رویا خانوم تو همین تهران رفتیم رستوران فرانسوی چقدر شما خوب دروغ میگویید بله بی نظیر است خواهش میکنم میتونم برم داخل؟ چه کار داشتید؟ یه امر خیریه خیر بود؟ بله 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 بفرمایید متشکرم دلو از طرف شانگی شاه دلو سلام بفرمایید حال شما چطوره؟ خوب بفرمایید هستی؟ خواهش میکنم ببخشید من مثل اینکه بعد موقع مزاحم شدم شما که همیشه خلوص بیمحل هستید بفرمایید بله عرضم به حضورتون که بنده مزاحم شدم برای اون امانتی که خدمت گل پسرتون هست شما هم که ولکن این ماجرا نیستید آقا هی امانتی دارم امانتی دارم کدام امانتی؟ اصلا چه کسی گفته است که این کوله بار زشت سیاه رنگ شما با اون آتو آشغال های به در نخور داخلش پیش بی خودی ماست دقیقا دقیقا همین چمدون سیاه من که توش این خرت و پرت های بی خودی است همه زندگی منه شما اینو به من بدیم من جبران میکنم جبران میکنم بله اصلا تا حالا از خودت پرسیده ای که چگونه شخصی مثل تو بله بله میتواند لطف و مرحمت همایونی و ملوکانه آدمی مثل ما رو جبران کنه خب من همه جوره در خدمتتون هستم همه جوره من پیشگویی میکنم هم از زلزله سیل بچه دار شدم مرگ و میر نبود من هر چی شما بخواید فقط اون چمدون رو به من بدین من بسیار خوب لعبت را برای بی خودی ما جورش کنید عرضم به حضورتون که پدر به این رنایی مادر به اون شیرزنی مگر کوله بارتان رو نمیخواهید به نکته خیلی خوبی اشاره کردید بله سربسته گفته باشم جانم. خیلی سربسته این دختر شیرین عقلشان همچین پالان هم روی دوش پسر بی ارزه ما نمیگذارد خیلی ممنون که سربسته گفتین فقط همتی کنید که بله بله دل پسر ما در دل دخترشان جا باز فهمیدم البته فخر و تاج و اعلی حضرت هم از بی خودی ما همچین خوششان نمی آید آنها را هم راضیش میکنید من فقط یه سوالی دارم خود آقای بی خودی به دختر خانم علاقه دارن؟ اصلا من خیلی خوشحال شدم دیدم تو اگه اجازه مرخصی بفرمایید چمدونم خدمت شما باشه من مرخص شم از دلبر 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 کیه؟ برادر شکوفه او چه برادران لطیفی هم هستن حالا که دارم بیشتر فکر میکنم میبینم که بهتر ما این دوتا جوون رو دستشون رو تو دست هم بذاریم یه کار ثواب و خیری هم کردیم بله خب خواهش میکنم میدیم خدمتتون خواهش میکنم خب من باید چی کار کنم بفرمایید ببین سلام عرض کردم حالتان خوبه خوب هستی خانواده خوبن مادرتان خوبن پدرتان خوبن همه خوبن خوب هستن ببخشید مزاحم شدم کاری داشتید نه ما غلط بکنم کار داشتم چون راحت می‌شدم گفتم یک سلامی عرض کنم بگم از وقتی هم شما نیومدین اینجا این کاخ چه رنگ و بویی به خودش گرفته جلسه مهمه ها بله عرضتان را بفرمایید عرضی که ندارم میدونی ما از دست شما هم دیوانه رفتم میدونی خب به خاطر شما هم ما الان یک مدت توی آپیاس خسبیدم اصلا نمیدونم بعد چیکار بکنم برو این مستشار که بی ادبی نکرده ها حرفی زشت که نزده بهتون وقت مزاحمت که ایجاد نکرده ها خیر موجود شیرینی هستن حالا ولش کن این جلسه درباره چی هستش
گفتن درباره امر خیری است. چیه؟ پس من خیالم راحت باشه ها؟ خیالتان راحت مال شماست. دست گلتون درد نکنه. بیا بگیر. دسته شما در... چقدر مشقت کشیدی از اینجا میگرفتی؟ ای اینجوری؟ بله. خیلی ممنون، متشکرم. به هر حال دستون درد نکنه. آخر سر کار خودت را کردی. آنقدر زگیل ما شدی که این خنزر پنزرها را از چنگ ما درآوردی. ببخشید که لوازم شخصی و چمدون خودم را از شما پس گرفتم. خب دیگر لوبت را بدهید ما برویم. جان، خنزر پنزرها در ازای لوبت. آه بله، نه یه چیزی در واقع به شما گفت، ایشون که تو جیب بنده نیستن. حالا شما برو، ما فردا با هم صحبت میکنیم که بتونیم دست شما دوتا جوون رو بذاریم تو دست هم دیگه. مستشار الملک؟ من؟ مستشار الملک؟ با ناز خاتون؟ من ازدواج محاله. سری بگو ببینم این ماست واسک چیست؟ پدر سوخته دیوانه شدم از دست تو. آقا یواشتر بزنین رو اون دستگاه حساسی. آقا پدر سوخته، سربازان نظمیه راپورت دادند موقع دستگیری و استفاده از این یک چراغی توی اون بوده که نور داشته. نورش کوچک جوری کار میکند. سریع بگو. اول اینکه این یک دستگاه بسیار حساسیه. این دستگاه لپتاپ من هستش. خب و دوما اینکه من از سال 88 اومدم اینجا. خب و وقتی که اومدم یه سری خرت و پرت با خودم آوردم که اینم جزء خرت و پرتای من بودش. نگاه بلد باز دوباره این دروغ چروغاش شروع کرد. در واقع این رایانه شخصی منه. تو که تو الان میگفتی این لب 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 نمیدانم چی چیز، حالا شد رازیانه؟ آخر پدر سوخته. اصلا ماجرا چیه؟ از جون من چی میخوان؟ بگین من اعتراف میکنم خلاص شم بابا. به ما بگو، بگو بری چی رفته بودی پیش صدر اعظم؟ فهمیدم، من الان بهتون میگم. من رفته بودم پلو صدر اعظم چون یه سری از این خرت و پرتای شخصی من دست آقای بیخودی این گل پسرشون بود. قرار شد اونا رو به من برگردونن، من هم در ازای اون کمکشون کنم در یک امر خیری. یعنی هم صدر اعظم مملکت دختر مثل دستگورش هم دو دسته میده به تو؟ جناب برزخو، اصلا این امر خیر مربوط نبود به خانم ناز خاتون خانم. ما نگفتم اسم کوچیکش اینه. سرکار خانم لیلمی. مربوط بود از مثل اینکه میخواستن این آقای بی خودی رو داماد کنن. بنام بنده اصلا قصد ازدواج با خانم نازخاتون خانم اسم کوچیکش نمیاد. خانم دیلمی رو ندارم آقا. ها تو هم گفتی مویم باور کنم. نگاه هم از وقتی نازخاتون آمده این همش دوربر این میپلکه. نمیدونم میره پیش آقاش، نمیدونم میره اسم به چه انتخاب میکنه. تو هم قصد ازدواج نداری؟ بابا من اصلا قصد ازدواج ندارم با ایشون. من چیکار کنم؟ من حاضرم به شما کمک کنم، شما برید خواستگاری ایشون و دستتون رو بزنم تو دست هم دیگه چیکار کنم؟ خوبه؟ نگاه مستشار، مو الان شرایط ازدواج ندارم. آخه نازنین قربان، شما هم میخواهید ادامه تحصیل بدهید؟ نه، ما درسمو یاد دارم. ما نگاه الان اول اینکه پول ندارم، دومی که این ناز خاتون اصلا از ما خوشش نمیه، سومی که کافیست قربان، متوجه شدیم. خب موسی پدر سوخته بگو. خب کوفت. خب ناز خاتون خانم اینو دوست داره، به من چه مربوطه؟ امور شخصی دیگران به توی پدر سوخته هیچ ارتباطی ندارد. تو باید یه کاری بکنی که خیال برزوخان راحت بشود. من چیکار بکنم خیال شما راحت بشه؟ اون کاریو که من باید انجام بدم خیال شما راحت بشه بگین من انجام میدم. هر کاری بگم بکنی؟ بله. زن بگیر. اگه میخوای خیال ما راحت بشه برو زن بگیر. آقا حضرت، یادتان هست که یه بار یکی از گوسفندانتان از گله گم شده بود، فرار کرده بود؟ نمیدونستین جواب والی تهران رو چی بدی؟ من رفتم یه گوسفند براتون دزدیدم آوردم. جانم نصفش ابی آمدی تو همایونی وقت مبارک ما را گرفته ای، خواب ما را پرنده ای که خاطرات مزخرف جوانیت را پرخور بکنی. دردت را بگو ببینیم چیست. راستش میخواستم که موافقت شما را نسبت به یک امر خیری جلب کنم. خب که چه؟ چیست به ما میرسه؟ قربان، شما دخترتان را عروس میکنید، دامادار میشوید، مهمتر از همه یه نانخور کمتر. میدانید که این روزا خیلی خرج سنگینه.
کاکو زریتونم که در راهه. اینا به ما میرسن؟ اون نوبت که نانی نمیخورد از سرس چاقی. اصلا بگو ببینم مهریه چقدر میدهی؟ مهریه که متعلق به عروس است که قربان، به شما چیزی نمیرسد. خب شیربه ها چی؟ شیربه ها چقدر میدهید؟ شیربه ها هم که متعلق به کسی است که عروس را شیر میدهد. بابا اصلا ول کن اینها را، چقدر به من میدهید؟ 100 تا سکه خوبه. 50 تا بذار روز خیرشو ببینی. بفرما این 100 تاشو الان میدم، 50 تاشم بعد از مراسم. جان به جانت بکند نسیه خوری، سگ خور قبول. حالا برو میخواییم بخوابی. اطاعت میشود. سلام عرشیات خبریارم. سلام علیکم. مثل اینکه بعد بوقع مزاحم شدم من. نه خیر بفرمایید، ما کارمون تمام شده. حال شما خوب جانم؟ بده نصف شبی دیگر حوصله بازی و قصه شنیدن و مزخرفات نداریم، میخواهیم بخوابیم. بروید. بله من نیومدم بازی کنم، من اومدم که استعفا بدم. خب بده برو. بله نه این استعفا یه امریه که به شما بستگی داره، یعنی شما باید موافقت کنید باش که من بتونم. نصف شبی همه آمدن از ما موافقت بگیرن. قربانت گردم با استعفای این مردک جلف موافقت نفرمایین ها. چرا؟ قربانت گردم مگر میشود یک نفر همینطوری وارد یک دربار بشود، از جیک و بوگ و همه اسرار من و شما سر در بیاورد، بعدش هم استعفا بدهد و برود به همین راحتی؟ راست میگوید. مخالفت فرمودن. بفرمایید جناب مستشار، شب شما بخیر. جناب اعتماد خان، به نفع همه است این استعفا. من از یه چیزایی خبر دارم که شما خبر ندارین. من میگم به نفع همه است، باور کنید، مخصوصا به نفع دختر شما. بی خودی پسر است. جناب اعتماد خان، بنده سرکار خانم نازخاتون خانوما میگم، اینجوری هم جون ایشون در خطر نیست، هم جون من در خطر نیست. تا کار بی خودی را راه نینداخته ای هیچ جا نمیتوانی بروی. وقتی که بی خودی ازدواج کرد، هر گورستانی که خواستی تشریف ببر. اعلی حضرت ها، شب شما بخیر. نفتی شما، قبلی عالم، شبتون بخیر، خوابای خوبی ببینی. تو نرو مستشار، خوابمان پرید. همین الان که گفتی خوابتون میاد که. بیایید میخواهیم زو بازی کنیم. آخرش چه شد پدر جان؟ جان به سرمان کردید. هیچی، آخرش 150 تا سکه از ما گرفت تا موافقت کرد. زیاد دادید پدر جان، زیاد دادید. انگار مزنه دستتان نیست، ما خودمان رفته بودیم با 50 تا حلش میکردیم. خوب گوش کن ببین چی میگم پسر جان. الان 2 روز است که مادر بدبختت دارد از خال فخریت پذیرایی میکند تا او را راضی کند. دیشب هم تا نصف شب من با جهانگیر هی سر و کله زدم و کلی بهش پول دادم تا او هم راضی کردم. معلم خصوصی دلبری هم برات گرفتم. اگر نتوانی لعبت را راضی کنی دیگر واقعا بی عرضه ای. خیالتان راحت باشد پدر جان، می توانید از الان لباس عروسیتان را بدوزید. پدر جان قضیه این معلم خصوصی چیست؟ با جناب مستشار صحبت کردیم که آداب معاشرت با جماعت نصفان را به بی خودی جان آموزش بدهد. کلی هم پول خرج کردیم. استاد تو خونه دارید رفتید از بیرون استادی رفتید؟ شما هر چقدر به اون دلیل نصفیشو به من بدید من راش میندازم. آموزه های شما قدیمی است پدر بزرگ، زمانه عوض شده. حالا خب پاشو برو دیگه. چقدر میلونبانی مستشار در کاخ منتظرت نشسته. چشم دست. یه وقت خراب نکنی. برو دیگه. شوهر دادن 100 تا دختر کور و کر و کچل آسون تر از زن گرفتن برای این بیشوره. بله بله این آدم نمیده. این سری لازم نمیده. ببین بی خودی جان، توی مسئله ازدواج اول خود شما مسئله، یعنی باید ببینی آمادگیشو داری یا نه، ببینی هدفت از ازدواج چیه یا معیارت برای ازدواج کردن چیه. الان شما هدفت چیه؟ میخواهیم شاه بشوی. خب مالیدی، چون که اگه ازدواج کنی اول داماد میشی، بعد همسر میشی، بعد نهایتا پدر میشی. شانس نیاری بدبخت میشی، شاه نمیشی. خب اگر پدر زنت شاه باشد و پسری نداشته باشد، بالاخره یک روز شاه میشوی دیگر.
من یادم نبود شما خانوادگی سرمایه گذاری بلند مدت میکنید. درسته. حالا فکر کن که لوبت الملوک دختر شاه نیست، پدر شاه نیست، اون وقت هدف چیه؟ خب دیگر ازدواج نمی کردیم، یک عمر خودمان را بدبخت کنیم، آخر سر شاه هم نشویم. بسیار خب، اصلا بی خیال این بحث هدف و اینا میشیم، میریم سراغ معیار. شما معیارت برای ازدواج چیه؟ اصلا معیاری داری؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه معیار چیه؟ یعنی اینکه دوست داری همسر آینده چه خصوصیات اخلاقی داشته باشه؟ چه جوری با تو رفتار کنه؟ معیار چیه دیگه؟ معیاری داری؟ آره. به غیر از اینکه همسر آینده دختر شاه باشه، باز معیار داری؟ خیر. خب من اینجوری بگم بهتره. دوست داری وقتی که میری خونه همسرت با تو چه جوری رفتار کنه؟ رفتارش با تو چی باشه؟ چی می‌خوای؟ چه رفتاری می‌خوای؟ آها، فهمیدی؟ آری. دوست داریم همسرمان مهربان باشه. آفرین. فداکار باشه. باریکلا. برای ما غذا بپزد، خونه را جارو کند، به ما برسد، ما را جمع و جور بکند. آفرین. اگر یک روز بیمار شدیم ما را تیمار کند، ناز ما را بکشد و از این جور حرفا. خب مامان هستن، شما چرا میخوای ازدواج کنی با این حالت؟ نه ایزم بهت اشتباه گفتن، اینا کاملا برعکسه. شما باید همسرت رو دوست داشته باشی، شما باید همسرت رو حمایت کنی، شما باید منت همسرت رو بکشی و اینا دیگه. بله مستشار جانم، شما هم شوهر خوبی میشوید. بس آقا ولش کن اصلا بحث معیارو. بذار ببینم الان چه چیزی سد راه ازدواج شما و خانم لوبت الملوکه؟ میدونی یعنی چه چیزی رو در شما دوست نداره ما اونو عوضش کنیم؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه اون چه چیزی رو در شما دوست نداره؟ چه چیزی در شما هست که مورد علاقه ایشون نیست؟ آها، اون عوض کنیم. بله بله. از نگاه ما خوشش نمی آید، از صدای ما چندشش می شود، می گوید اخلاق هم نداری، از راه رفتن و ایستادن ما هم بدش می آید. به من نگاه کن، یک کمی شریفتر، این الان شریفته. یه خورده عصبی تر من نگاه کن، میتونی یه نگاه مردونه ارائه بدی؟ میخوای رفتی طرفش اصلا نگاش نکن، اینجوری فکر میکنم براش جذابترم باشه. خب به من بگو دختر خاله، من به شما علاقه مندم. دختر خاله، من به شما علاقه مندم. نه الان مثل اینکه ناخون رو شیشه میکشن. یه صدای مردونه تر ارائه بده. دختر خاله. نه صدا تو بیار تو گلود. دختر خاله. یه بمتر بده تو دماغت. دختر خاله. تو دماغت بده رو زبونت، یه خورده مردونه تر. دختر خاله. یه ذره جذاب تر از تو گلود بمتر بده بیرون. دختر خاله. میخوای رفتی طرفش اصلا باهاش صحبت نکن، اینجوری بهتره، فکر میکنم جذاب تره. آخر او اصلا ما رو نگاه نمیکنه. خب همین مسئله است دیگه، ما باید یه کاری کنیم که در واقع تو توی ذهن اون جا باز کنی و به خاطرش بمونی. فهمیدی چی شد؟ نه؟ ببین من دارم راجع به یک حرکت ریز مردونه که خیلی موقر باشه صحبت میکنم، یا یک استادن خوب، یه نگاه، یه لبخند به یاد موندنی، یک ابراز علاقه با اولین نگاه. فهمیدی چی میگم؟ آره فهمیدیم. به جون مادرم اگر فهمیده باشی چی میگم. برو ببینم چی کار میکنی. چشم، ممنونی. خواهش میکنم، قابل نداشت، بفرمایید. سلام دختر خاله جان. کوفت. ممنونیم. می توانیم چند لحظه وقت شما را بگیریم؟ نه خیر، هزار کار داریم. چه عالی. می خواستیم برایتان شعر بخوانیم. تراوشات ذهن متروکتان را می گویید شعر؟ چه عالی، پس می رویم سر اصل مطلب. ما مطلبی با شما نداریم که اصل و فرعی داشته باشد. پس بگذارید حرف دلمان را بزنیم. راستش را بخواهید، مامانمان گفته باید با شما ازدواج کنیم. شما باید همسر ما بشوید تا یک عمر در عزت و احترام و افتخار برای ما بشویید، بپزید، بسابید، بروید و پسرهای کاکلزری برای من به دنیا بیاورید تا اینکه پدرتان بمیرد، ما وارث تاج و تخت میشویم و دور هم خوش میگذرانیم. آیا با من ازدواج میکنید؟ شکوفه جان نسارم بانو، جناب بی خودی الملک مرخصند. آره خود ما میرم. شرم سارم. آی آی خود توی تمام میشه به ما، خود ما میرم. مردشور ریختت را ببرم. خدا مرگم بدهد. پسر صدر اعظم، رئیس اداره مستعمرات همایونی، با اردنگی انداختید بیرون.
با اردنگی ننداختیمش بیرون، پس یقش رو گرفتیم پرتش کردیم بیرون. خاله تام بفهمد. بعد به او گفتید نکبت؟ به این غلیظی نگفتیم، گفتیم نکبت. خاله تام بفهمد. تازه قبل از بیرون کردنم بهش گفت گم شو. خاک بر سرم شد. چرا برای ما حاشیه دوزی میکنی کبوتر؟ ما کی گفتیم برو گم شو؟ ما گفتیم مرده شور ریختت را ببرن پسر خاله جان. آخه چرا لوبت جان؟ شما چرا با پسر مردم این گونه رفتار میکنی؟ بس که لوس و بی عرضه است. خوب کردی لوبت جان، اینها اصلا در شأن شما نمیباشند. ما خودمان یک برادر داریم، میخواهیم او را برای تو بگیریم. راست میگویی؟ لوبت خودت را جمع کن. اسمش چیه؟ توپولوف، کلونل توپولوف خان روسی. بسیار خوش اندام، خوش جیب و بسیار بسیار چارشانه می باشد. بیشتر بگویید، شاید یه فکری راجبشان کردی. توپولوف ما همه چی تمام می باشد، بلند پرواز، پرکار و بسیار بسیار جادار می باشد. چقدر دوستتان داریم مادر جدید ما. بی خودی الملل خون را میندازم. داشتیم فکر میکردیم که اگر مادر جدیدمان خواهر شوهرمان هم بشود چقدر خوب است.